همراه هستیم با بابک امامیان، کارشناس اقتصادی سیاسی از لندن. خوش آمدید آقای امامیان. خب وزیر خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان گفته آزادی زندانیان دو تابعیتی هیچ ربطی به بدهی لندن به تهران نداره، اما منابع خبری وابسته به حاکمیت در ایران مثل خبرگزاری فارس و کیهان از آزادی زاغری در ازای پرداخت بدهی 530 میلیون دلاری بریتانیا به ایران گفتند. تحلیل شما چیست در این زمینه؟ اولا که من میخواستم به خانواده زاغری و خانواده ردکلیف تبریک بگم. این روز خیلی خوبیه برای این خانواده و برای بقیه ما که یک آدم بیگناه آزاد شده. در ضمن روز بعدی هم هست برای ماها، چون ما همه گروگان جمهوری اسلامی شدیم، چون یعنی گروگانگیری یک کار شده، یک دیپلماسی شده و اینو فقط تشویق میکنه جمهوری اسلامی که گروگانهای بیشتری بگیره. در مورد این مسئله که شما آوردید، اگر کاخ سفید اجازه نمیداد که این مسئله، این معامله انجام بشه، این انجام نمیشد. پس باید به کاخ سفید نگاه کنیم و اشخاصی که تو کاخ سفید هستن، کسی که الان امور خارجه آمریکا رو اداره میکنه، نشنال سکیوریتی ادوایزر، مشاور ملی امنیتی آقای جیک سالیوان هستش. آقای جیک سالیوان الان پرقدرت ترین آدم در آمریکا شده که از جنگ اوکراین گرفته تا عواقبش مثل مذاکره و معامله با ایران تصمیمات ایشونه. و چه علت ایشون الان از آقای انتونی بلینکین وزیر امور خارجه آمریکا قدرتش بیشتره، از کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا قدرتش بیشتره. ایشون دائما با آقای جو بایدن هست و جو بایدن تمام این نوع تصمیم گیری رو به ایشون واگذار کرده. پس الان رئیس جمهور واقعی آمریکا آقای جیک سالیوان هستش و ایشون تصمیم گرفت و گفتش که باید این کار انجام بشه. وزیر خارجه بریتانیا خانم تراس گفته که مبلغ 530 میلیون دلار قراره که صرف اهداف بشردوستانه بشه، در این راه هزینه بشه. چگونه می شود واقعا تضمین کرد این گونه هزینه کردها رو؟ به ما توضیح بدید که واقعا آیا نظارتی بر نحوه هزینه کرده این پول وجود داره؟ گفتن که باید این پول خرج مردم بشه. حالا کدوم مردم؟ آیا این مردم تمام مردم ایران هستن یا فقط طرفدارهای جمهوری اسلامی هستن؟ چون اونها مردم هستن. برای همین اگه نظارتی هم انجام بشه، این پول خرج مردم میشه، ولی اون مردمی که با جمهوری اسلامی هستن. برای همین آخر سر صرف کارهایی میشه که جمهوری اسلامی به نفع خودش و برای اشخاص خودش انجام میشه. البته بریتانیا گفته که این پول صرف هزینه های بشردوستانه میشه. خب یعنی چی؟ خب شما میتونید شکر بخرین، در عوضش شکر رو تبدیل به سلاح بکنید. این چیزا خیلی راحت انجام میشه. اونش چه چیزایی میخوان به قول معروف نظارت داشته باشن؟ به نظر شما آیا سیاست یا دیپلماسی گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا میکنه و در این وضع کلن تکلیف زندانیان سیاسی که نام و نشانی ندارن، گمنام هستن و در زندانهای ایران به سر میبرن چیست؟ اگر کوتاه خلاصه به ما پاسخ بفرمایید. این سوال خیلی خوبیه، ولی اگه ملاحظه کنید الان اون دوران عادی نیست. ما در جنگ هستیم، در یک جنگ بزرگ که این معلوم نیست عاقبتش چی میشه و یارگیری ها همه تفاوت پیدا کرده و متاسفانه مسائلی مثل حقوق بشر یا انسانیت الان این شده شماره 9 تا 10. الان بین 1 تا 8ش اول یارگیریه و پیروزی در جنگ. سپاسگزارم از شما بابک امامیان، کارشناس اقتصادی و سیاسی از لندن با ما.